با درود، من مهداد راهبر هستم و به برنامه بانک بیداری خوش آمدید. ما در این برنامه از اندیشمندان و هنرمندان ایرانی دعوت می‌کنیم که بیان اینجا و در مورد کارهاشون و برنامه‌هایی که دارن با ما گفتگو کنن و دیدگاه‌هاشون و راهکارهایی که در رابطه با فرهنگ و هنر ایران دارن با ما به گفتگو بذارن. امروز ما مهمان گرامی داریم، بانو آرتمیس اهورا هستن. ایشون اندیشمند ایرانی هستن که ازشون خواهش کردیم به این برنامه بیان و در پیرامون زنان گفتگویی داشته باشیم. این برنامه رو ما به دو بخش تقسیم می‌کنیم. دو بخش اول که امروز خواهد بود در مورد نقش زنان پیش از اسلام و پس از اسلام خواهد بود و در برنامه‌های آینده نقش زنان در دوران پهلوی و در 40 سال گذشته رو نگاه خواهیم کرد و نظرات ایشون رو برای آینده ایران ازشون خواهیم خواست که با ما در میان بذارم. من به بانو آرتمیس اهورا خوش آمد و درود میگم و ازشون خواهش میکنم که خودشون رو کوتاه معرفی کنن تا ما به پرسش برسیم. بانو آرتمیس بفرمایید. درود بر شما و درود بر بینندگان برنامه شما. خیلی خوشحال هستم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید و جستار امروز رو درباره نقش زنان ایران در پیش و پس از اسلام با هم گفتگو خواهیم کرد. احتمالاً برای اینکه شاید برخی از بینندگان شما منو برای نخستین بار در برنامه شما می‌بینن، یک مختصر آگاهی درباره خودم بهشون بدم. من آرتمیس اهورا هستم. دکترای مدیریت‌های بیمارستانی دارم ولی به صورت تخصصی در زمینه فرهنگ ایران، تاریخ ایران، ایرانشناسی و مسائل مربوط به زنان ایران پژوهش زیادی داشتم و کار زیاد کردم و موضوعات مورد علاقه من در همین زمینه ها بوده. در برنامه های گوناگونی که خودم تا کنون آماده کردم، مانند برنامه به سوی ایران شهر که در کانال یک داشتم و در برنامه که همکنون در کانال پارس داریم به نام زرتشت، با کارشناسان بسیاری درباره مسائل گوناگون فرهنگ و تاریخ ایران گفتگو میکنیم. خیلی ازتون سپاسگزار هستم که من به این برنامه دعوت شدم. سپاسگزارم بانو آرتمیس. پرسش اولی رو که دوست داشتم ازتون بپرسم اینه که ما میخواییم از شما، از دانش شما استفاده کنیم برای به ویژه جوانان ایران که یه مقدار به تاریخ و فرهنگ ایران آشنا بشن. نخستین پرسش من این خواهد بود که اگر میتونید در مورد نقش زنان در دوره پیش از اسلام یک بررسی داشته باشیم و پس از اون پرسش دوم ازتون میکنم. سپاسگزارم ازتون. خب زنان رو احتمالاً خیلی از مردم ایران در شرایط پس از اسلام یه مقدار بیشتر شاید در مورد وضعیتشون میدونن و میبینن. حتی همین امروز ایران وضعیت زن پس از اسلام رو داره نشون میده. اما در مورد زنان پیش از اسلام، اون چیزی که ما در اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده از دوران بسیار بسیار کهن، حتی از دوران آیین مهر در ایران که معلوم نیست شاید از 7000 سال 10000 سال پیش در ایران وجود داشته، نقش زنان ایران بسیار از اون چیزی که شما فکر میکنید در دنیای آن روز، جهان آن روزگار، جهان دوران بردهداری و جهان دوران مردسالاری شما انتظار دارید و میبینید در همه جای جهان وجود داشته، زنان ایرانی وضعیت بسیار بسیار بهتر و درخشانتر و دارای حقوق بسیار بیشتری بودند. و اگر این حقوق شاید در تمام موارد 100% با حقوق مردان برابر نبوده، ولی بسیار بسیار به حقوق مردان نزدیک بوده.
این از اونجای ناشی می شده که نگاه ایرانیان به انسانها یکسان بوده و تفاوت و تمایز بسیار گسترده بین زن و مرد قائل نبودن و اگر در قسمتهای تقسیم وظایفی می شده اون اندازه نبوده که بتونید شما در نظر بگیرید مثلا زنان رو نهی کنن از شرکت در نبرد، زنان رو نهی کنن از شرکت در اجتماع، فعالیت‌های اجتماعی، امور مالی، امور اقتصادی و اجتماعی، دانش‌اندوزی و حتی حقوق ارث و حقوق قانونی دیگری که زنان داشتن به هیچ روی از حقوق مردان کمتر، ناچیزتر و دچار در واقع حق‌کشی و نادادگری نبوده. ما به خاطر نگاه ایرانی و به خصوص در دوران پس از زرتشت به خاطر نگاه زرتشتی که ایرانیان داشتن و به خاطر اندیشه‌های بسیار خردمندانه زرتشت که همه انسان‌ها رو دارای آزادی گزینش می‌دونست و همچنین انسان‌ها رو دارای حقوق انسانی برابر و همراه و همپا و همکار اهورامزدا می‌دونست، هرگز ما انسان رو در نقش برده نمی‌دیدیم و هرگز زن رو زیر دست‌تر از مرد نمی‌دیدیم. از همین روی هست که شما می‌بینید در دوران هخامنشی از لوحه‌هایی که در تخت جمشید امروزی ما بهش میگیم تخت جمشید ولی شهر به اصطلاح پارسه بزرگ و شهر استخ و گور و جاهای دیگه لوحه‌هایی که به دست آمده شما می‌بینید که زنان نقش‌های بسیار پررنگی در اجتماع داشتن، زنان کارفرما بودن، زنان سرکارگر بودن، زنان تمام قسمت امور داخلی دربار هخامنشی رو اداره می‌کردن، از صنایع ریسندگی، پارچه بافی، مد و لباس و جامه هایی که تهیه می شد برای تمام دربار هخامنشی، پرده ها، فرش بافی و تمام صنایع دیگری که زنان در اونها کارفرما و در واقع سرکارگری رو می کردن و حتی نظارت داشتن هر کدوم بر 8 تا 10 مرد در زیر دست خودشون. از همین لوحه هایی که در تخت جمشید به دست اومده و امروزه در دانشگاه شیکاگو در امریکا نگهداری میشن چندین هزار لوحه‌ای که به دست آمده و چیزی حدود نیمی از آنها تاکنون خونده و ترجمه شده، ما در میابیم که زنان در ایران آن روزگار چنان نقش و حقوقی داشتن که در هر جای جهان شما در نظر بگیرید هرگز به پای ایران در آن دوران نمی رسیده. من جمله این که زنان ایران نخستین زنانی در تمام جهان هستند و بودند به صورت تاریخی که مرخصی زایمان داشتن، یعنی شما چیزی که امروزه در جهان به نام مرخصی زایمان برای زنان یک پدیده کاملا جدید قرن 20 به بعد انجام شد میبینید در جهان، در ایران چند هزاره پیش وجود داشته و زنان به خاطر زایمانشون حقوقی از دولت دریافت میکردن، مرخصی زایمانی داشتن و در واقع یک مستمری مدامی برای یک فرزندی که به دنیا میامده از سوی دولت تعیین میشده. همچنین زنانی که فاقد شوهر بودن، همسرانشون از دست می رفتن و فرزندانی داشتن، چیزی که ما امروز به نام سوشال سکیوریتی در این غرب می شناسیم و حقوق پنشن یا مستمری که دولت به زنان تنها و زنان بی همسر و زنان فرزنددار، مادران تنها داده می شه، ما در چند هزاره پیش داشتیم. این که برخی از افراد برمیگردن و میگن که نه مثلا حالا 100% هم حقوق زنان و مردان برابر نبوده، شما باید در نظر بگیرید در جهان چند هزاره پیش اصلا چیزی تحت عنوان این حقوقی که شما امروزه دارید در نظر میگیرید برای انسانها و انسانها در سر تکامل توی هزاره ها بهش رسیدن اصلا در جهان وجود نداشته. یعنی اینکه شما بیاید یک ایران 5000 سال پیش، 3000 سال پیش، 2000 سال پیش و با قرن 20 قرن بخواید مقایسه کنید کاملا مقایسه اشتباهی است. مثل اینکه شما بخواید یه سکه طلا رو مثلا با یه کشمش مقایسه کنید، مقایسه اصلا اشتباهه. ولی شما باید ایران رو با جهان آن روزگار در نظر بگیرید، جهانی که همه جا بردهداری رواج داشت و حتی در یونان و روم آن دوران که ابرقدرت‌های جهانی محسوب می‌شدن، زنان چیزی در حد برده، حیوانات و
اشیای بیجان طبقه بندی می شدن. یعنی در یونان و روم باستان زنان حق رأی نداشتن، زنان حق مالکیت نداشتن، زنان حق تصمیم گیری برای زندگیشون رو نداشتن، زنان حق دخالت در سیاست رو نداشتن، زنان حق دخالت در اقتصاد رو نداشتن، در حالی که همون دوران در ایران زنان کارگاه های گوناگونی رو اداره می کردن، زنان در دوش و دوش مردان در زمین کشاورزی، در عرصه صنعت، در عرصه دانش اندوزی وجود داشتن. ما زنان بی سواد در ایران نداشتیم و مردان با سواد. ما اگر که زنان و مردانمون در هر طبقه اجتماعی میخواستن میتونستن سواد داشته باشن، تحصیل کنن، آموزش ببینن و حتی در نبرد، در جنگ و در سپاه، یعنی حتی در قسمت‌هایی که مردانه ترین کارها انجام می‌شده زنان رو شما می‌دیدید. از این روی هست که زن پیش از اسلام یک زن توانمند بوده، زنی است که امروزه بهش میگن empowered women، زنانی که توانمند سازی شده بودن، زنانی که روی پای خودشون وای می‌ایستادن. و شما این نکته رو در ماتیکان هزار دادستان یا هزار ماده قانونی که کتاب قانون دوران ساسانی است به خوبی میتونید ببینید. قوانین مربوط به ازدواج، مربوط به جدایی، مربوط به حضانت یا نگهداری مسئولیت فرزندان، مربوط به ارث و قوانینی که از نظر مالی زنان رو نشون میده در برابر مردان، در برابر پدر، در برابر برادر، شما کاملا متوجه میشید که چقدر حقوق زنان دادگرانه داده شده بوده. و حتی ما قوانینی داریم که متاسفانه به اشتباه یا به عمد یا به نادانی تفسیر شد، مانند چیزی که امروزه به نام ازدواج با محارم میشناسن، میگن در آیین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته و پدر با دختر خودش ازدواج میکرده، که کاملا اشتباه برداشت اشتباهی است. البته یه مقداری از چپی ها به عمد این افکار رو رواج دادن برای اینکه ایران پیش از اسلام رو بکوبن و عده‌ای هم از ناآگاهی متاسفانه حرفای شنیده شده رو تو تیوار تکرار کردن. ما در ماتیکان هزار دادستان داریم که زنان آزادی گزینش دارن و آزادی ازدواج دارن. اگر که همسری رو به زور کسی برای زنی انتخاب میکرد، مثلا پدر میامد به دلایل سوق الجیشی، مثلا دلایل بازرگانی، دلایل مثلا قانونی میامد و به کسی وعده دخترش رو میداد و از همسرش، از دخترش میخواست که با اون مردی که شوهر پدرش تعیین میکنه ازدواج کنه، ولی اون مرد حتما مورد علاقه اون زن نبود، در صورتی که این زن وارد اون ازدواجی که پدرش گفته بود بهش میشد و با اون مردی که پدر تعیین کرده بود ازدواج میکرد، و اگر وارد اون زندگی میشد و با اون مرد زندگیش به شکست میانجامید و بچه‌ای براش میمون، طبق قانونهایی که در کتاب ماتیکان هزار دادستان هست، پدر مسئول بود فرزند ناشی از اون ازدواج دخترش رو زیر شناسنامه خودش، در واقع زیر قیمومیت خودش قرار بده، به عنوان فرزند خودش ثبتش کنه، برای اینکه اون فرزند بتونه از پدر دختر ارث ببره، برای اینکه جبران خسارتی رو در واقع پدر بکنه که به زندگی دخترش ناخواسته یا خواسته وارد آورده بوده. این رو مردم بعدها، نه مردم در واقع، بیشتر اون افرادی که چپی بودن، کمونیستایی که افکار ایرانیانی که افکار کمونیستی داشتن، آمدن به عنوان ازدواج محارم در ایران ذکر کردند و برای کوبیدن آیین زرتشت و اندیشه ایران پیش از اسلام گفتن پدر با دختر خودش ازدواج میکرده و این بچه‌ای که زیر نام پدر هست فرزند اون پدر با دختر خودش بوده، در حالی که چنین چیزی نبود. میخوام اینو به شما، یعنی اینجا نشون بدم که ما یک چنین قوانین متمدنانه‌ای داشتیم و حتی در کتاب ماتیکان هزار دادستان نه فقط برای انسان‌ها قوانین به این اندازه دقیقه، بلکه برای حیوانات و گیاهان ما قوانینی داشتیم، چیزی که در هیچ جای جهان تا پیش از قرن بیستم که وارد انسان وارد عصر نوینی شد و حقوق بشر رو تازه شروع کرد به در واقع شناختن و رعایت کردن و اجرا کردن، ما همچین چیزی نداشتیم. نگاهداری از زیست بوم یا محیط زیست یا انوایرمنت چیز بسیار جدیدی است در جهان، ولی ما اینو در قوانین ماتیکان هزار دادستان داشتیم که اگر کسی حیوانی رو بکشه یا صدمه‌ای بزنه، حیوانی رو ابیوز کنه یا مورد آزار قرار بده یا کار زیاده از حیوانی بکشه، مجازاتش این بوده که باید میرفته سر یک زمین کشاورزی
و یک تعداد خاصی روز اونجا کار میکرده، زمین رو آبیاری میکرده، خدمات در واقع اجتماعی باید انجام میداده و به تعداد اون حیوانی که آسیب زده باید میرفته و شروع میکرده به پرورش اون حیوان. حالا اگه اسب بوده، الاغ بوده، سگ بوده یا هر حیوان دیگه رو که آسیب زده بوده، باید میرفته به همون تعداد حیوان رو میآورده، نگهداری میکرده، پرورش میداده و بچه‌های اون حیوان رو نگهداری میکرده. شما در هیچ جای جهان چنین قوانین متمدنانه ای نمیدیدید و ملتی که نگاهش انقدر پیشرو بوده به زیست بومش، به حیواناتش، به گیاهانش، نگهداری از زمین، نگهداری از هوا و خاک و آب، مطمئنن نگاهش هم به زن بسیار بسیار انسانی و برابر و متعالی بوده. و این خب اون چیزیست که شما از زن پیش از اسلام میبینید، که میبینید حتی در کتاب شاهنامه که فردوسی از روی خدای‌نامه های پیش از اسلام، از خدای‌نامه های دوران ساسانی آمد و به شعر در آورد، به چامه، و کتابی رو از تمام قهرمانان، شخصیت ها و اسطوره ها و تاریخ ایران در واقع شعرگونه نگارش کرد، میبینید که مثلا شخصیت گردآفرید، یک زن نیرومند سپاهی رزماور، برادر بهرام چوبینه، شما میبینید، خواهر بهرام چوبینه، شما میبینید که این زن آمد و سپاه ایران رو پس از بهرام چوبین در شاهنامه شما اینو قشنگ میخونید، هدایت کرد و ایرانیان رو در نبرد سرپرستی و سرداری کرد و به عنوان به اصطلاح سردار یا به اصطلاح رئیس اون گردانی که زیر دستش بود وارد نبرد شد و اینقدر این زن جنگاور، نیرومند، تیرانداز و دلاور بود. این نقش هایی که شما از زن ایرانی میبینید از زن ایرانی یک تصویری رو به شما میده. زنی رو میبینید غیر وابسته به مرد، زنی رو میبینید نیرومند که روی پای خودش وای میسته و سمبل رشادت، میهن پرستی، نیرو و توان جسمی و روحی است. و زنی رو میبینید که چنین نسلی رو در پس از خودش تربیت میکنه. مادران شیرزنی رو میبینید که فرزندانی رو تربیت میکنن که دلاور باشن، رشید باشن، میهن پرست باشن و برای خاک و به اصطلاح آب و خاک ایران جانشون رو بتونن بگذارن و میهن پرستانی باشند که این کشور رو به سرمنزل آبادانی و سازندگی رهنمون کنن. این زن دقیقاً در پس از اسلام تبدیل به چه موجودی میشه؟ اگر که شما اجازه بدید جناب رهبر، ما میتونیم وارد جستار زن و نقش زن در پس از اسلام بشیم الان، اگر که مایلید. بله بفرمایید. سپاسگزارم. این زنی که شما در پس از اسلام چنین زن قامت افراشته و نیرومندی بوده، در پس از اسلام نه فقط زنان که مردان که فرزندان این آب و خاک دوچار چنان تو سری خوردن، تحقیر، ستم، بیداد، به بردگی گرفته شدن و کشتار جمعی و تجاوز و فروخته شدنی شدن، با اینکه تقریبا چیزی حدود 200 سال ایرانیان از زن و مرد و کودک جلوی سپاه اسلام در شهرهای گوناگون ایستادن و نبردهای دلاورانه و جانانه ای کردن، ولی به مرور هنگامی که اسلام شروع کرد به گسترش پیدا کردن و اعراب آمدن و شروع کردن به قلع و قمع ایرانیان و سوزوندن زمیناشون و سوزوندن کتاباشون و خشک کردن چاهاشون و کشتار جمعی و رودهای خون را انداختن از نیاکان ما، از دلاوران ایران زمین، چه زن و چه مرد، این مردم به مرور سرخورده شد، به مرور اعتماد به نفسش از بین رفت، به مرور بزرگانش رو از دست داد. کشتار جمعی که در سران ایران انجام شد، در هر شهری که اعراب وارد شدن اول بزرگان اون شهر رو جمع کردن و گردن زدن. و شما بزرگان یک شهر رو هنگامی که سر بزنید، بزرگان هر شهر ثروتمندان بودن، نگهبانان فرهنگ و پاسداشت آیین و هویت ایرانی بودن و اونها بودن که در واقع یک
جامعه رو داشتن هدایت میکردن. حالا میتونست یک روستا باشه، یک کدخدا یک روستا باشه، یا میتونست یک شهر کوچک یا یک شهر بزرگتر باشه. بنگامی که شما بزرگان و ثروتمندان و افراد استخاندار و نیرومند و دلاوران یک شهر رو قرقم میکردید، مردم بیپناه چاره ای نداشتن جز اینکه صداشون در نیاد و برای اینکه بقا پیدا کنن و بتونن زن و بچه هاشون یا چهاردیواریشون رو حفظ بکنن، سکوت کنن و تو سری بخورن و کشته بشن. و به همین صورت شما میبینید نه فقط زنان ایران، که مردان ایران هم دچار این عدم اعتماد به نفس شدن و دچار این، در واقع مردم ایران تبدیل شدن به امت اسلام و موالی، یعنی کسانی که بردگان اعراب باید باشن و تو سری بخورن و حرف نزنن و هیچ صدایی نداشته باشن و پرداخت پول یا جزیه بکنن اگر نمیخوان مسلمون شن. برای همین اینقدر به مرور این جزیه ها سنگین شد و به مردم ایران فشار آورد که مردم ناچار شدن برای این که بلکه چیز دیگه براشون نمیمون، هرچی بود و به عنوان جزیه یا غرامت غیر مسلمان ماندن باید میدادن و به مرور اینا چیزی نموند، حتی نون خوردن دیگه نداشتن، هرچی که از زمیناشون در میومد و مجبور بودن دو دستی بدن به اعراب. تازه همین دو دستی تحویل دادن هم به صورت عادی نبود کسی بره غرامتش رو بده، باید موالی رو با کتک با پس گردنی ازشون پول رو میگرفتن یا گندم رو میگرفتن یا جزیه‌ای که باید پرداخت میکردن. یعنی این اوج تحقیری بود که به ایرانی روا داشتن که با تو سری پولی که حتی میخواست بده ازش میگرفتن، اول کتکش میزدن بعد پول میگرفتن. به همین روی مردم دسته دسته ناچار شدن مسلمون بشن که از پرداخت جزیه نجات پیدا کنن. ولی ایرانیانی بودن که در ظاهر مسلمون بودن و در خونه های خودشون آیین زرتشت رو پرکتیس میکنن یا انجام میدادن. در خونه زرتشتی بودیم و در بیرون به ناچار مسلمون. از این روی اعراب متوجه شدن که ایرانیان هیچ وقت مسلمون واقعی نشدن و آمدند گفتند در هر خانه یک ایرانی باید یک خانواده عرب هم ساکن بشن. یعنی شما فکر کنید فردا باید در کنار خانواده خودتون تو دو تا اتاق هم یک خانواده عرب رو تحمل کنین، برای که اونا چک کنن ببینن اینا پنج نوبت نماز روزانه رو میخونن، اینا مسلمونن، اینا حرف زدنشون چگونه است، غذا خوردنشون چگونه، آیین اسلامی دارن یا اینکه دارن آیین زرتشتی رو انجام میدن. از این روی حتی حریم خانواده های ایرانی رو ازشون گرفتن و مردم ایران از اون زمان شروع کردن به هویت دوگانه پیدا کردن که تا به امروز در ایران و ایرانی میبینید. مردم ایران در خونه هاشون یه جور زندگی میکنن و در بیرون یه جور. آیین و باورشون یک چیز دیگه است، غیر اسلامی است، ولی در بیرون باید شما تظاهر کنید حجاب سرتون باشه و ادای مسلمان بودن رو در بیارید و میبینید که با چه بمباران شدیدی هم از بیرون تمام این جامعه رو داره این حکومت تحت در واقع تهاجم اسلامی قرار میده. این اتفاقی که افتاد، قوانینی که عوض شد، قوانین که تبدیل به قوانین اسلامی شد، ایرانیان شروع کردن به توسری خوردن‌های مکرر و بیشتر و بیشتر. یعنی اسلام دینی است که شما رو تبدیل می‌کنه به خودی و غیر خودی. اگر شما خودی هستید، تازه بین خودی‌ها خودی و ناخودی دارید، چون که ما الان در اسلام می‌بینیم ما شیعه و سنی داریم. الان در جامعه ایران کنونی که مردم باید شیعه باشن، سنی ناخودی است و شما برید در عربستان و کشورهای دیگه اسلامی، شیعه ناخودی است. یعنی حتی بین خود مسلمانان هم خودی و ناخودی داریم دیگه. حالا شما تصور کنید بین مسلمانان و غیر مسلمانان چه اندازه خودی و ناخودی داریم و شما هیچ برابری وجود نداره براتون. برخلاف شعارهایی که داده میشه، میبینید قوانین کاملا زن ستیزانه. شما برابری بین انسان ها وجود نداره. زن حقوق نیمی از مرد رو میبره، ارث نیمی از مرد رو میبره، شهادت دو زن برابر یک مرده و تمام حقوق حکومت‌های اسلامی عملا به مرد داده میشه. در بسیاری از کشور اسلامی زنان حتی پشت ماشین نمیتونستن تا همین چند ماه پیش بشینن و رانندگی کنن. زنان نمیتونن حضانت بچه داشته باشن. زنان بدون اجازه مرد نمیتونن کار کنن. زنان بدون اجازه شوهر یا پدر نمیتونن مدرسه و دانشگاه برن. زنان بدون اجازه همسر یا پدر نمیتونن از خودشون مال داشته باشن. و حتی موقعی که شما مالی دارید، همه اینها تحت کنترل باید قرار بگیره. شما از خونه خودتون یک زن نمیتونه خارج چه بره مادر و پدرش رو ببینه. حتی مادر و پدرش رو باید مرد اجازه بده، شوهر اجازه بده
که بره زن مادر یا پدرش رو ببینه و میتونه زن رو ممنوع کنه از بیرون رفتن از خونه. بنابراین شما در پس از اسلام با زنی مواجه میشید به شدت محدود، به شدت بی صدا، به شدت بی حقوق و زنی که از هر نظر نفس کشیدنش هم تحت کنترله. زنی که نمیتونه غذایی که میخواد بخوره، لباسی که میخواد بپوشه، اون گونه که میخواد زندگی کنه، اون گونه که میخواد خودشون اکسپرس کنه یا نشون بده. و برای همین علاوه بر این که جامعه ایران دچار ستم بسیار زیاد اسلامی شد، زن دچار فشار و ستم دو برابر شد. یعنی حتی اون چی که به سر مردان اومد به سر زنان چهار برابر در واقع اومد، برای که حقوقش همون حقوقی هم که تو اسلام مرد داشت که نصف نیمم هست، نیمی از یه حقوق واقعا انسان کامله، برای که شما اجازه نمیدن به تفکر کنی، آزادی انتخاب نداری، آزادی زبان نداری، آزادی نوشتار نداری، مرد این آزادی ها هم نداره، فقط باید اون چی اسلامی انجام بده. ولی زن حتی همون حقوق هم نداره، همون حقوق هم برای زن نصف است. عملا زن پس از اسلام تبدیل شد به زن توی خونه، زن زیر حجاب، زن زیر روبنده، کسی اون زن رو نمیبینه، صداش هم نمیشنوه و در جامعه به شما حتی فرصت استخدام برابر، کارهای برابر نمیدن. حتی تو دانشگاه‌های ایران شما رشته‌هایی هست که هیچ سهمیه‌ای برای زن نداره. یعنی شما وارد یه رشته‌ای از مهندسی مثل مهندسی معدن در ایران نمیتونه زن بشه. زن وارد ارتش یا نیروی به اصطلاح نظامی اکتیو نمیتونه بشه. در قسمت‌های زنو میگیرن که قراره فقط رئیس مثلا تو قسمت زندان زنان باشن یا قسمت ارشاد زنان باشن که بشینن با اون لچک‌ها بیان تو خیابون زنای دیگه رو بزنن یا بگیرن یا سوار ماشین کنن یا ببرن کمیته ازش انگشت‌نگاری کنن. شما قسمت‌های زنان رو میبینین که فقط قراره خودشون بشن عامل ستم بر زنان دیگه، ولی شما نمیبینید زنی که خلبان باشه سوار هواپیمای F-14 بشه و بره نبرد، یا زنی رو ببینید که فرمانده ارتش باشه، یا زنی رو ببینید که مثلا در نیروی دریایی ناخدای یک کشتی بشه. اصلا حضوری در جامعه اسلامی زن نمیتونه و نداره و هر چی که به شما سعی میکنن نشون بدن متاسفانه دروغی از حضور زن در اجتماع بیشتر نیست و تمام زورشون هم اینه که بگن حجاب مانع نیست، در حالی که شما میبینید به وضوح دختران ایرانی چگونه در ورزش‌های جهانی دچار محدودیت هستن برای شرکت در 90% رشته‌های ورزشی. حداقل ما نمیتونیم ژیمناست زن داشته باشیم، نه بالرین زن داریم، نه اسکی بازهای زن رو میبینید در عرصه جهانی، نه زنان رو در شنا میبینید، نه زنان رو در بسیاری از فعالیت‌های دیگری که زنان آزاد جهان دارن شرکت میکنن میبینید. نه فقط متأسفانه از ایران، از هر کشور اسلامی که مثل عربستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگه متأسفانه زنان بسیار سرخورده و ناتوانه. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من دادیم با تو صحبت کنم جناب رهبر. سپاسگزارم بانو آرتیمیس گرامی، بسیار بسیار آموزنده بود برای خود من، داشتم خیلی غرق گوش دادن بودم و یاد گرفتن و نوت برداشتن. من فکر میکنم ما باید بیشتر روی این دوتا بخش بیشتر کار کنیم. فکر کنم این زمانی که گذاشتیم کافی نیست، شخصا خود من داشتم نوت برمیداشتم، امیدوارم که بینندگانم استفاده کردن. من فکر میکنم برای اینکه به آینده ایران ما نگاه کنیم و نقش زنان امروز و فردا نگاه کنیم، حتما باید به این تاریخ بنگریم و اینو بشکافیم. و چه کسی بهتر از شما که در این رشته دانش بسیار بسیار گسترده در چیزایی هم که واقعا تو امروز ایران هم میشه دید. مثلا در زبان فارسی ما واژه او رو استفاده میکنیم که اصلا فکر کنم تنها زبانی در جهان که نرینگی و مادینگی نداره. این هم یکی از نشانه های برابری زن و مرد در تاریخ گذشته ما هست. در ضمنم من هنوز به این ایمان دارم که زنان حتی امروز ایران یکی از نیرومندترین، قویترین و خودکفاترین زنان نه فقط خاورمیانه، من فکر کنم با زنان جهان هستن. با این تجربه‌ای که ما سالها در بیرون از ایران زندگی کردیم اینو قشنگ می‌بینیم. و من فکر می‌کنم این واقعا یک گفتگوی و رشته بسیار بسیار مهمیه و من در برنامه‌های آینده می‌خوام از شما خواهش کنم که این زمان رو به ما بدیم، به جوان‌ها، به ویژه جوان‌های ایران که به تاریخ خودشون آشنا بشن. و من
خودم خیلی بیشتر پیشنهاد میکنم مردان ایران به این برنامه توجه کنن. خود منم در کارهای هنری خیلی در زمینه زنان کار میکنم و بیشتر میخوام به مردان آگاهی بدم تا زنان. و این من فکر میکنم یه برنامه است که ما چندین برنامه نیاز داریم داشته باشیم در این زمینه. دوباره از شما یک جهان و یک ایران سپاس میگم به شما و از تلویزیون الوان تیوی سپاسگزاری میکنم که در تهیه این برنامه با ما کمک کردن و از بانو آرتمیس اورا سپاسگزاری و بدرود میگیم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.